بفرمایید. معذرت میخوام، جای راننده اش. گفت خواهش میکنم بفرمایید، وقت نداریم. بفرمایید شما. نه تمنم بفرمایید. خواهش من همین ردیف جلو یه جا میشه بفرمایید. کاپیتان تو رو خدا بفرمایید. بغل راننده که من نمیتونم بشینم. شما لطف دارین به من. بفرمایید. من مخلص شما. بفرمایید. نه خواهش میکنم. تمنم میکنم. خواهش میکنم. کپتن بفهم جان بفهم چی بخورم؟ آها بارو میتونم این راحتی بفرمین کلاتون هم میتونم بردارم؟ تشکر میکنم خیلی ممنون بفرمین متشکرم کتتون هم لطف میکنی؟ جان کتتون کت رو بل اجازه بدین من یه لحظه بفرمین خیلی ممنون خواهش بفرم خب کپتن جان بفرمایید جان بفرمایید صندلی من همین بغل خودم میشم اصلا نگران من شما نباش نزدیکم هستی به هم بفرمایید من همین تمنا میکنم من همین صندلی اینجا میشم کنار شما هستم در خدمت شما بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید با اجازهتون من بفرمایید مادر جان
یه زنی میزدی به بابا گفتی از محسر برگشتی که اگه خواست بیاد فوز او دنبال ماه سرک شیره که دیگه زنگ زدن نداره. من میخوام تو خود شیراز بخوابم، با ما حرف نزنی. جا تشریف نمیاری؟ جا من راحت هستم همینجا. بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. تمنا میکنم. ببخشید. وقت نداریم ها. ببخشید. خواهش میکنم بفرمایید. 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 جان. جانم. خدا شکر بس. جان میخوای بپریم ها. بپریم. بله 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 چشم. خواهش میکنم آماده شید. بفرمایید. تمنا میکنم. بله دست شما در نه خیلی من کپتن جان سیت بلت جان سیت بلت آه آه بله اینجا اینه هست بله هست بفرمی اینم هست اینم بالایی بله بله بالایی بفرمایید. هدست. جان، هدست. این هست. بفرمایید. بفرمایید. میخوام چک لیست استارت کنم. اجازه کپتن؟ جان، چک لیست رو میخوام استارت. هر جور راحت هستین دیگه. بله. گیر لیور الات. بله. بریکس. بله بله. فول اند این یور سوئیچز. جونم. بله. رادیوس. بله. Compasses. What are you on? Everall lights and cyber fiber. Vale. Exterior lights. Vale, vale. Antimantles and clocks. Vale. دیگه حالا. Rating switches. دیگه هر جوری که صلاح هست. Radar and transporter. Vale. Indicator lights. Vale. بنده یک بار در سفر شیراز با اتوبوس نشستم کنار راننده. خیلی چسبید. بله. بله. من حالا در اولین سفری که در با هواپیما میکنم هیچ وقت فکر نمیکردم که یه روز بشم کنار خلبان. خیلی ممنون برادر. میگم که شاگردتون تشریف آوردن من میرم بوفه. بله که یه وقت ناراحت نشه. بله بفرمایید بفرمایید بفرمایید. خیلی بامزه کافته. تشکر میکنم. آقا شما سواد داری؟ نوشته B6 همین شماره که تو کارت منه. آقا من با شما حرفی ندارم. شما میتونید مشکلتون رو با خدمه پرواز در میون بذارید. شما تشریف بیارید. من براتون یه جای مناسب در نظر گرفتم. جای مناسبتون رو بدین به این آقا. من میخوام سر جای خودم بشینم. شما گذشت کنید. ازتون خواهش میکنم. واسه چی گذشت کنم خانم؟ میخوام سر جای خودم بشینم. آقا مواظب حرف زدنتون باشید. مثلا مواظب نباشم میخواد چیکار بکنی؟ و هر حال من نمیدونم برای چی برای این صندلی بلیط صادر شده. من میخوام سر جای خودم بشینم. شما که متوجه این؟ بله. جواب منو ندادی. مواظب نباشم میخواد چیکار بکنی؟ شما میگی که حالت خوش نیستم. نه جان شما جدی عرض میکنم. بنده از دوران طفولیت خیلی علاقه داشتم به هواپیما و خلبان و اینها. منتها قسمت نشده بود سوارشم. امروز دیگه قسمت شد. بله. نه شما خوشخنده هستید. من جدی عرض میکنم واقعا. بس کنی. خواهش میکنم بس کن. بله. لر مرد. چشم. جواب نمیدین کاپیتان؟ شما سوالی کردین مگه؟ نه نه کپتن از برج مراقبتم. برج کجا؟ کپتن با بیسیم. با بیسیم باشون صحبت کردم. ها بیسیم هست من. بله بله. سلام کردم. چی گفتن؟ سلام کردن گفتن که آمادشین برای پرواز. سلام علیکم. خوب هستین قربان شما. آقا ببخشید ما باعث زحمت شدیم واقعا. شما حاضریم بفرمایید شما. کپتن این برج مراقبتی ها زیاد عرض شوخی نیستن ها. چیکار کن یعنی چی گفتن الان؟ کپتن اجازه میدین الان پوشبک بگیری؟ جان؟ پوشبک بگیری. شما با این سن و سال دیگه یکم دیر نیست که مثلا پوشک بگیری؟ این
خاطر اینکه زیاد میخندین الان اینطور شد. نیاز شد. حالا جتن کردن. مشبک بگیره. هر کاری صلاح هست شما انجام بدید. خواهش می‌کنم. 422 request for pushback. این وقت یعنی چی کار میکنین یعنی؟ از من داری میپرسین؟ میخواستم ببینم که بلدین قشنگ یا خیر. آها بله بله. چشم. پوشپک یعنی که یک ماشینی میاد ما رو میکشه عقب. بله بله. بعد تاکسی میگیریم. تاکسی میگیریم؟ بله. نه نیاز نیست ما برسیم شیراز اونجا خطی هست میره تا در خونه. بله. بفرمایید. بفرمایید. بگیرم پس. بله دیگه هر چی صلاح هست بفرمایید. Cover 422 request for taxi. Thank you. شما زیاد به من چیز نباشین یعنی هر کاری لازم هست شما انجام بدین راحت باشین بله. خیلی ممنونم کاپتن سپاسگزارم شما خیلی بزرگوار هستین بله. از فرصتی که در اختیارم گذاشتین بسیار ممنونم خواهش می‌کنم بفرمایید من معذرت میخوام خانم زکریا من داره ببخشید یعنی چی؟ منظورتون چیه؟ منظورم اینه که این جسارت بنده رو بذارید به حساب بیماری نگران نباشید من به خانوادم راجع به بیماری شما هیچی نگفتم محبت کردین واقعا فقط لطف کنید آقای مدیری فردا که داریم میایم برای خواستگاری حتما قرصاتونو بخورید نمیخوام آبرون بره فردا کجا میام؟ آقای انصاری شما اجازه بدین آقای مدیری دارن یه بحران روحی حاد رو پشت سر میذارن همونجوری هم که مشخصه اصلا کارهایی که کردن یادشون نمیاد چیزایی که میگن به خاطر ندارن درست میگم آقای مدیری من عذرخواهی کردم معذرت میخوام غلط کردم من این حرفا سرم نمیشه فردا با خانواده‌تون میان خواستگاری من خونم وگرنه آبروتو جلوی همه میبرم آقای مدیری کاپتن ببخشید نمیخوایم تیک آف کنیم؟ جان یعنی چی کار کنیم؟ پرواز کنیم؟ مزاید میخوام من؟ کپتن من در حضور شما جسارت نمی کنم شما باید پرواز انجام بدیم من؟ ببخشید حالتون خوش نیست؟ چرا؟ من حالا من چیز هست یعنی من این نه یعنی نه منظورم این هست که شما این کار رو انجام بدید ببینم بلدید یا خیر من تجربه شما رو ندارم کاپتن من جسارت نمی کنم به هر حال هر کسی باید از یک جای شروع کنه این تجربه رو شما تجربه کنه الان پسرم عذر میخوام نمیشه حالا تیک آف رو شما انجام بدین جان نه دیگه ببین من هم جوان بودم یک زمانی سن شما بودم همینطور بود شما الان شروع کن از یه جای انسان بعد شروع کن مادر جان چشم. از یه بعد بفرمی Cover 422 ready for takeoff 422 ready for takeoff تو آخه چجوری جرأت کردی بشینی پشت هواپیما جرأت نکردم مجبور شدم میدونم مجبور شدی ولی خب چجوری جرأت کردی بشینی اونجا آدم سکته میکنه یه سکته یواشی هم کردم اونجا منتها گفتم 2 ساعت دیگه تا شیراز بالاخره میرسیم جلومو نگاه نمیکردم یعنی چی؟ یعنی تو طول پرواز اصلا جلوتو نگاه نکردی؟ آقای روزبهانی بودن ایشون رانندگی میکردن بنده هم اون بغل نشسته بودم بس خود آی خدا بردن گفتم غذا نخور حالا بکش هی بخور شرایط جوی خیلی مساعد نبود یعنی بیرون مه بسیار غلیظی بودن و
و شیشه های هواپیما همه یخ زده بودن. این چیه؟ وینگ لندینگ. آها ده. خیلی پرواز خوشگلی کردید. شرمنده‌ام. بله آفرین، واقعا آفرین. شرمنده‌ام نکنید. ببخشید که اگه یه خورده تکون داشت. در اون که دیگه به هر حال خیلی هم خوب، ولی شما با من حرف میزنی یه وقتا جلوت هم نگاه کن، ضرر نداره. خب دیگه کاری نداریم کاپیتان، می‌خوایم بزنم رو اتوپایلوت. جان اتوپایلوت عرض کردم. یعنی چیکار میکنن ایشون؟ کاپیتان یه سوال سخت‌تر از من می‌پرسید، اینو که بلدم. اتوپایلوت یعنی این که خود هواپیما میشه خلبان، تنظیم میشه به طور اتوماتیک از نظر سرعت، جهت، ارتفاع. آها یعنی خود ایشون دیگه میرن همه جا. بله. بسیار هم خوب. ما هم یک استراحتی تا شیراز میکنیم. بله. بله. اون من نبودم، اون یکی شخصیتم بوده. خانواده‌اش الان تو رو میشناسن. خانواده‌اش فقط تو رو میشناسن. حالا برو خواستگاری ما درستش می‌کنی. یعنی دست گل بخرم برم خواستگاری سحر زکریا؟ دیوانه ای تو؟ تو دیوانه شدی؟ یه دونه سنگ انداختی چون ست عاقل نمیتونه خواستگاری کردن دیوان ست چی میگه؟ یعنی یه نفر نمیتونه اینقدر شبیه من باشه؟ یعنی اینقدر شبیه شما؟ بابا ولم کن دیگه، من خودم مریضم، دیوانم کردین. دیدی؟ چی میگی؟ این یارو ندیدیش؟ یارو کیه؟ اینه که تویی؟ اینه که سیامک واسه میدم، واسه میدم. کجا داری فرار میکنی؟ ها؟ کجا داری فرار میکنی؟ این کارا چه معنی داره آقا؟ این کارا چه معنی داره؟ رفیق منو به خاک سیانه چوندی تو؟ بیامر! واسه میدم من عصبانی بشم، خطرناک میشم جوان. سیبیله تو؟ مرداد با چی چسبونده سیبیله تو؟ ها؟ با چی چسبونده؟ شوخی داری میکنی با من؟ تو که الان اونجا بودی که. پس کیه این؟ آی خدا قلبم، کیه؟ سفر به همین چیزاش روز به هانی جا. کاپیتان ببخشید، این دود و جرقه و اینا برای کابین خطرناک نیست؟ نه عزیزم، بیا نون تو بیار، یه تکه نون بکن. این جوجه رو همینجور باید بذاری لمز واسه خودش بفته. نون تو یه تیکه نون بده. بفر اینو بزن ببین چیه. بگیر بگی بکش برو. خیلی اون حالای برو دست شما. تو اونو بزن یخ میکنه. نه من که نه، بخور، من الان میام یخ کرد. نه ندارم، بخور میگم. گوش کن بگو چند. من الان اصلا متوجه نمیشم. نه هویتشون مغرض شده، تعبیرم. ببخشید کاپیتان، من متوجه نمیشم. شما اصلا برای چی با این آقایون هنرپیشا درگیر شدین؟ بنده بی اطلاع هم، از خودشون بپرسید. حالا شما ازشون شکایت دارین؟ خیر آقا، همکاران شما بنده رو آوردن اینجا. بنده پرواز دارم، الان هم دیرم شده. با دست رو بگیشید بیرون. من فکر می‌کنم هر چی دوستا درگیر همینجا فیصله بدیم، همینجا تمومش کنیم. اینا به هر حال آدمای مشهورین، ممکن تو دردسر بیفتن. پس بذار من برم باشون صحبت کنم، بلکه تونستم راضیشون کنم. بهتره شما یه چند لحظه تشریف داشته باشین. ببخشید من با اجازهتون برم. نه خیر، تشریف داشته باشید کاپیتان. من پرواز دارم آقا، یک ساعت پیش باید میپریدم. چه پروازی؟ تهران شیراز، تهران پرواز ماهان. یک ساعت پیش پریده آقا. پریده؟ کجا پریده؟ اجازه بدیم برج مراقبت. خسته نباشید. آقا این پرواز تهران شیراز ماهان پرید؟ بله قربان. کاپیتانش کی؟ کاپیتان ساجدی. مطمئنی؟ بله خودم چک کردم. من که اینجام، پس کی تو پروازه؟ هواپیما رو با اون چیه؟ فشار سنج. اون وقت اون چیه؟ آمپر بنزین. ایشون چیان؟ گاز، اهرم سرعت. این فرکانس سلشن. این چیه؟ انجن استارت. این چیه؟ این تی سی ای ایس. اینا کلن چیه؟ کل شد. کپتن چجوری بگم؟ کپتن به من گفته بودن که اولین پرواز از من امتحان میگیرن، ولی من بستم که اینقدر آسونه. این چیه؟ پوک جان؟ پوک یوک جان؟ پوک کدومه؟ این چیه؟ پوک؟ پوک همون. اگه نبود جان پوک بود دیگه. نه برحال هر جور صلاح هست پوک درست جان. عرض کنم که
یه وقت اگه لازم شد آدم معکوس بکشه کدومه؟ کاپتن این تو درسای ما نبوده، شاید زمان شما بوده. حالا سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. دست شما در به 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 تشکر میکنم. خیلی قهوه. بله نوشجون. بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید. متشکرم. با زحمت خودمون میومدیم میریختیم خانم. خواهش می‌کنم. ما یه دقیقه اومدیم خودتونو ببینیم از صبح تا آشپزخونه این. اجازه بدین من از این بیسکویت ها بفرمایید. بفرمایید. متشکرم. بفرم. من خواهم خواهم میکنم. خانم. بله کاپتن. اون طرف چه خبر؟ اوضاع خوبه کلن؟ بله، فقط یه مسافر ناراحت داریم که همه رو کلافه کرده. تمام مدت تیکاف وایستاده بود. البته اولش وایستاده بود. بعد خورد به در دیوار. یعنی چه خانم کوساری؟ وادارش کنی یه جا بشینه، برای هممون مسئولیت داره. حالا شما نگران نباشین، کاپیتان خودشون هستن. البته خانم مسئولیت پرواز کلن با ایشونه ها. بنده میرم الان ببینم پسره چی میگه. یه دستی هم میشونم. شما ببخش، شما اینم بزن اضافه. خیلی بعد شما اصلا جلوتو نگاه کن، گاز هم خیلی نده. عجله که نداریم، بله. داریم میریم نم نم. بله. ببخشیم ببخشیم، من الان میام خدمت. خواهش میکنم کپتن، راحت باشیم. ببخشیم. خب در خدمت شما هستم آقای انصاری، بفرمایید. بله خواهش میکنم. عرض میکردم خدمتتون جناب سرگرد، آقای مدیری دچار یک بحران حاد روحی هستن. سریاله؟ چی سریاله؟ همین بحران حاد روحی سریاله؟ اسم سریال نه، نه منظورم اینه که ایشون دچار یک پارانویا با علائم الزایمر و دوگانگی شخصیت هستن که گهگدار در یکی از این شخصیت ها فرو میرن. آه این همون فرو رفتن در شخصیت فیلم ها و ضمیر ناخودآگاه است که آقای مدیری چند روز پیش تو تلویزیون گفتن؟ چند روز پیش تو تلویزیون؟ نه اون یه دریوری دیگه است. نه منظورم اینه که این شکایت ایشونو شما زیاد جدی نگیرین، بذارین که ما بریم زودتر. ما که حالا در خدمت شما هستیم آقای انصاری. به هر حال ضرب و شتم با یه کاپیتان خوشنام فرودگاه، اونم کاپیتان ساجدی، جرمی کمی نیست. هستیم خدمت شما. ضرب و شتم به کاپیتان خوشنام سیویلای؟ نه من اونو توضیح میدم براتون، اصلا خیلی جدی نبود. من میگم که آیا اردلان مدیر حراست فرودگاه هست؟ شما چطوره؟ خوشم بسیدی کن. شما سر بودی نمارد های جلک جدی داریم. شما تشبه من الان میرسم خدمت شما. جناب سر رو من خواستم بگم تو حالا من تو این سن اصلا پام به کلانتری اونیا بازدن شده. من از کنم که یه مسئله خیلی بحرانی پیش اومده. شما شکایتتونو بنویسید، من خدمت شما هستم. در ضمن کاپیتان ساجدی هم از شکایتی صرف نظر کرده. من جای شما باشم گروه فیلم مداری رو برمیدارم از فرودگاه میرم بیرون. آقا یعنی چی؟ یکی داره به اسم من کلاهبرداری میکنه؟ خب من شکایت دارم، به کی باید بگم؟ چیه این شکلک در میاری پشت سر من؟ گردنم درد میکنه، به من چه ربطی داره؟ آقا من میفهمم چیکار دارم میکنم، حواسم هم جمعه. بله درسته آقای مدیر، شما شکایتتون رو بنویسید، من برمیگردم رسیدگی میکنم. میگم رسیدگی. آقا شاید هنوز تو فرودگاه باشه. چرا بلند صحبت میکنی؟ شما رسیدگی کنی، شما ارائه مدیری برای بعد جلو مردم. اصلا طوری نشده رسیدگی میکنم به شکایت مراجع. چرا این بچه‌ها با من رفتار میکنن؟ چرا این دیوانه ها با من رفتار میکنی؟ من حالم خوبه. من این کارو میکنم. گفتن شکایتو به من چه ربطی داری؟ ماموریت داری لباسشو عوض میکنی؟ پاشو بریم، شاید الان تو فرودگاه باشه. اون شخصیت دوم یه گندی داره میزنه لابد یه جایی. بلند شو. سلام علیکم. خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین. آن جوان شما هستین؟ نه خیر کاپیتان، ایشونن. سلام کاپیتان. سلام علیکم. ظاهراً این جوان میخوان نظم پرواز رو مختل کنن. شما کاپیتان ملاحظه بفرمایین. B6 ایشون جای من نشسته. بله. کاپیتان این بلیط اشتباهاً بر این صندلی صادر شده. متوجه این که من باید اینجا بشینم. آها بله. عزیزم شما نمیتونی یه جا دیگه بشینی. اصلا شما برو تو اون تو بغل راننده بشین جای من. اصلا مسئله جا نیست کاپیتان. بله. عرض کنم که شما پاشو. مامان هستین؟ بله بله. اون ته یه جای خالی هست، شما برو بشین پسرم. کاپیتان من باید اینجا بشینم، متوجه این که تو هواپیمایی که من کپتانشم هر چی میگم شما بگو چشم. پاشو. پاشو. پاشو بابا.
کاپیتان، بچه من خیلی دوست داره توی کابین خلبان رو ببینه، اجازه میدید ببینه؟ بله، چرا اجازه نمیدم؟ بیا بغل عمو، بریم توی اینجا. منم میتونم بیام؟ بله؟ منم میتونم بیام. بفرمایید. بله، فقط شلوغ نشه، کسی جلو نزنه. بفرمایید. کافیه، حالا سری بعد دوباره. بفرمایید. کسی جلو نزنه. بفرمایید. کجاست؟ خوشبختانه هنوز از مسیر خارج نشده. حالا میخواین چیکار کنیم؟ نمیدونم. تا حالا سابقه نداشته کاپیتان پرواز خودش هواپیما رو با باشه. یعنی چی؟ یعنی میخواد خودش بزنه به جایی؟ خوشبختانه ساختمون بلندی تو مسیرش نیست. کمک خلبان کیه؟ یک جوان بی تجربه که بار اولش رسما پرواز میکنه. هیچ جوری نمیشه با گارد پرواز تماس گرفت؟ خیر، تنها وسیله ارتباطی بیسیم اتاق خلبانه که خود اون یارو هم اونجاست. این چطوری تونسته سوار هواپیما بشه؟ نمیدونم، ما هم گیج شدیم. احتمالاً با یه گروه حرفه‌ای طرفیم. کادر پرواز چی؟ یعنی اونا نفهمیدن این یارو کاپیتان ساجدی نیست؟ محاله، من 30 ساله دارم پرواز میکنم. تک تک بچه‌ها رو میشناسم. اونا حتماً به زور اسلحه وارد شدن. حالا درخواستشون چیه؟ نمیدونم. یعنی چی؟ خب رسم اینه که هواپیما رو با تماس میگیره، درخواستشو میگه. اگر من تماس بگیرم خب فکر میکنن تو موضع ضعفیم. آقای اردلان موضع رو ولش کن، زنگ بزن ببین درخواستشون چیه. نمیشه آقای عزیز، من باید با بالا هماهنگ شم. هواپیما ربایی که درخواستی نداره خطرناکتره. چطور؟ برای اینکه یا میخواد هواپیما رو از مرز خارج کنه یا میخواد خودشو بکوبه به یه جایی. چطور میدونسته من گیر میکنم و دیر میرسم به فرودگاه؟ عمو جان این فرمانه، این دو تا این زیر هست، شما ببین که میشه گاز، نه میشه ترمز، این میشه کلاچ میبری وقتی این و این گازه. وای چقدر قشنگه، ان شاءالله چرخش براتون به چرخه. قربان شما، تشکر میکنم، زنده باشین. کاپیتان معذرت میخوام، این کار به این سختی درآمد چطوره؟ معذرت میخوام، شما میخواین خلبان بشین؟ نه، یه پسری دارم دیپلم گرفته بیکار افتاده تو خونه. اگر از بنده میپرسید بفرستید هنرپیشه بشه، هم درآمدش بهتره هم خیلی خوش میگذره. پرواز شماره 422 بگوشم. بله. صدامو میشنوی؟ بله. جواب بده. ببخشید اینجا یه خود شلوغ پلوغه، من نمیشنوم شما چی میگین. دوستان خواهش میکنم یه خود آرومتر. انقدر بچه ذوق کرده بود، انقدر بچه ذوق کرده بود. یعنی تو بچه ها نشوندی پشت فرمون هواپیما؟ معذرت میخوام، فرمون هواپیما خیر، اسمش دوکه؟ دوک؟ پوک؟ پوک؟ دوک؟ دوک؟ پوک؟ 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 دوک جان؟ دوک؟ پوک؟ جان؟ معذرت میخوام، همون فرمون هواپیما، بله. پرواز شماره 422؟ پرواز شماره 422 بگوشم. صدامو میشنوی؟ جواب بده. 422 صحبت میکنه، بفرمایید. شما کی هستی؟ چه خبره اونجا؟ من روزبانی هستم، کمک خلبان. ببخشید یه خورده توی کابین شلوغ پلوغ شده بود، صدا به صدا نمیرسید. امرتونو بفرمایید، در خدمتم. روزبانی، اردلانم از حراست پرواز. خیلی مخلصم، حال شما چطوره؟ چی شد قضیه تموم شد؟ بله بله، یه چند تا از مسافرها اومده بودن کابینو ببینن، اینجا شلوغ پلوغ شده بود. الان دیگه رفتم. چی میگی، واضح‌تر حرف بزن. حتما نمیتونه حرف بزنه. ببینم کاپیتان ساجدی میتونه صحبت کنه؟ کاپیتان الان رفتن بیرون. کاری داریم با ایشون؟ یعنی تو الان اونجا تنهایی؟ بله. چی شده مگه؟ معذرت میخوام، من میتونم باهاش صحبت کنم. روزبهانی، من کاپیتان ساجدی هستم. روزبهانی. کاپیتان شما کجایی ندا؟ روزبهانی، من کاپیتان ساجدی هستم. و الان توی برج مراقبت تهرانم. اونی که توی هواپیماست من نیستم. اون یه هایجکره. چیه؟ اون یه هواپیما رو باست.
درهای کابین رو از داخل قفل کن و هدایت هواپیما رو به دست بگیر. صدای منو میشنوی؟ روزبهانی. روزبهانی صدامو میشنوی؟ روزبهانی. دوستان ببخشین یه لحظه شرمنده. من شرمندم واقعا. این کمک ما یه مقدار تازه کار هست، بعد چاله هوایی بود ندید افتاد توش. معذرت میخوام دیگه، تکرار نمیشه، خیلی ببخشید. بله مرد حسابی، من داشتم چایی میخوردم ریخ رو پام سوختم، وقت شما وایستده اینجا داری مسخره بازی در میاری. خب حالا تو نمیخواد اعتراض کنی؟ چرا اعتراض نکنم؟ کلی پول بلیط دادم، کمک خربانشو گوشته پشت فرمون، خودش اومده اینجا داره شوخی با ما میکنه. به به به، جناب داماد شاخ شمشاد، عروس خانم چطورن؟ شما از کجا میدونید که ما تازه عروسی کردیم؟ چی؟ نه 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 خیر، همجوری حد زدم. مگه عروس دامادین شما؟ بله همین الان از ماه عسل هم داریم برمیگردیم. آره این چه مسخره بازی کاپیتان ساجدی در آورده؟ من پام برسه شیراز گزارش میکنم. نه آقا، بیچاره میخواست دل مسافرا رو شاد کنه. خب مردم دوست دارن کابین خلبانو ببینن دیگه. اه این چه حرفیه؟ من کابین خلبان شهر بازیه. همینو بگو. همه کارا رو مختل کردن. نفهمیدم به کی غذا دادم به کی غذا ندادم. اون از کار اولش که جای همکار منو داد به کسی دیگه، این از کار الانش که کابین خلبانو کرده تفریغا. من احترام موی سفیدشو نگه میدارم، والا از این بعد کار غیر قانونی بکنه برخورد قانونی میکنم. شما خون سرد باشین، من خودم باهاشون صحبت میکنم. امروز کمی حالشون خوبه انگار. معنی نداره، یه روز انقدر بد اونوقن یه ثانیه هم نمیشه تحملشون کرد. یه بارم مثل امروز شوخ و شیطان. ببخشید آقای اسدی، ولی من فکر میکنم قرص روانگردان مصرف کردن. ای نسرین، زشت، این چه حرفیه؟ احتمالاً درست میگن، چون اصلا حال عادی نداره. شما لطفاً بفرمایید کمک خلبان صدا کنید، از این لحظه به بعد ایشون باید کنترل هواپیما رو به عهده بگیره. چشم. بفرمایید. آقای روزبهانی، به هر حال بنده رو به خاطر تکانهای شدید هواپیما میبخشید واقعا. بله خواهش میکنم، مسئله خاصی هم نبود، به هر حال دستتونم درد نکنه. خواهش میکنم، خیلی ممنون. آقای روزبهانی چی شده؟ دوزیدن؟ خواب میدیدی؟ کاپیتان کجاست؟ تو قسمت مسافران. طوری شده؟ از برج مراقبت تماس گرفتن. خب بیچاره شدید رم. چی شده؟ بگم این بابا چقدر شبیه اون یاروه. کی؟ بابا همون دست با چلفتیه که تو گایگانیمون کار میکرد. زشت، این چه طرز حرف زدنه؟ حالا دارم برات. سلام علیکم ببخشید. بله من میتونم برم دستشویی؟ جان میخواستیم یک مقدار تازه با هم گپ بزنیم. زود برمیگردم. بفرمایید. فقط ببخش، این همه چی ردیفه، من چیکار کنم؟ بله همه چی شما دست به چیزی نزنید، اوتوپایلوت. بفرمایید. عجب شبی شده امشب. بله تو مطمئنی؟ بله باورتون نمیشه، خودتون بیسیم بزنیم بپرسیم. کاپیتان ساجدی الان تو برج مراقبت تهرانه. کجا؟ تهران. با من خودم 10 دفعه با کاپیتان ساجدی پرواز کردم، خودشه. یعنی من دارم دروغ میگم؟ گفتن ایشون هواپیما رباست. الان هم که فکرشو میکنم میبینم هرچی که هست خلبان نیست. خیلی خوب شما الان اولین کاری که باید بکنید اینه که خونسردیتون رو حفظ کنید. دو، مسافر از هیچ چیزی نباید خبردار بشن تا عملیات نجات تکمیل بشه. عملیات نجات؟ بله. پس من میام انتهای هواپیما شما راحت به کاراتون برسیم. عملیات نجات که تموم شد منو صدا کن. آقای روزبهانی. بله. ما تو این عملیات به شما بیشتر از بقیه احتیاج داریم. من؟ بله. چه پروازی بود قسمت من شد. من میگم حالا از خودشون هم سوال کنیم، شاید نمیخوان هواپیما رو هایجک کنن، اگه میخواستن که تا حالا کرده بودن. خانم اون منتظر اقدام همدستاشه. همدستاش؟ شک نکن، اون بین مسافرها همدست داره. اول که عبداللهی رو جاشو عوض کرد تا از من دورش کنه، بعد اومد واسه مسافرها صحبت میکرد.
اصلا در حین صحبتاش خودم دیدم که با دست راستش دو دفعه اینجوری کرد، یه دفعه هم اینجوری کرد. یعنی چی؟ متاسفانه هنوز نفهمیدیم. یادت نمیاد؟ اینا باید داری دکتر، اینا اگه یادت نمیاد علامت آلزایمره. واقعا اگه یادت نمیاد علامت آلزایمره، باید داری دکتر. چی؟ چیه؟ مهران واقعا یادت نمیاد؟ واقعا چی کار کنی؟ واقعا یادت نمیاد؟ جان امرجنسی لایت. اون چیه؟ مچفیل. این چیه؟ این اسم هنر پیش از مچفیلد. جدی؟ یه جا دیدم واقعا مچفیلد رو گفتم. نه خوبه بگو. بریم بریم. این فیوز هست. اینا کلن چی هست؟ همه شو که نمیتونم بگم. اون چی؟ اینا کلن چی هست؟ همه شو که نمیتونم بگم کپتن. معذرت میخوام، گفتن کاپتنش کی بوده؟ آقا چونو جوابمو نمیده. نه چون تلفنه در نتیجه من نمیشم. نه بعد با بی سیم چیز کنن که من بشنوم چی گفت. پاسوس چیه بابا؟ فلات اینسترومنتس. کپتان ببخشید. تو هم نگاه میکنی؟